این چیزی بود که من به ریسارتی ها هم گفتم، گفتم آقا ما یه خطوط قرمزی اپوزیسیون ریسارت داره، خیلی نکته مهمیه، خطوط قرمزی داریم. این هیچ ربطی، یعنی مشکل اساسی اپوزیسیون ریستارت اینه که اپوزیسیون ریستارت یه چیزی توش داره به نام ریستارت. در ریستارت تمام ادیان مورد احترامند. آزادی بیان قانونه در تفکرات، نه آزادی بیان یعنی بهترین آزادی بیان الان تو آمریکا تو سطح جهان فیسبوک ما رو میبنده، صدها هزار صفحه ما رو بسته، صدها هزار صفحه ما رو اینستاگرام بسته. این آزادی بیان نیست که، این آزادی یه گروهه. اما ما به آمریکا اینجوری نگاه نمیکنیم. مهمترین مکان آمریکا برای حسینی سوپریم کورت آمریکا بود که از ترامپ دفاع کرد، یعنی راسمان تبرئه کرد. اینکه چهار تا قاضی برای چی هست برای من مهم نبوده، اما اگر سوپریم کورت یعنی دادگاه عالی آمریکا کار اشتباهی میکرد، من هم اون دفعه بهتون گفتم استاپ میکردم، یعنی اپوزیسیون استاپ میکردم. من میفهمیدم که در مکان بدی قرار دارم، باورهای من نسبت به آمریکا میریخ به هم. خیلی نکته مهمیه، من نمیتونم حرفی رو که باور ندارم بزنم، که اصلا کارکترم اصلا اینجوری، من هر چیزی رو که میگم باور دارم، یعنی یک باوری در ذهنم هست و بجز حالا اون نگاه سیاسی که دارم، اون اندیشه هایی که دارم و اون داده هایی که دارم از جامعه سیاسی جهان، بجز اون چیزهایی که اکتسابی است، چیزهایی رو که بر اون باور دارم بیان میکنم. یعنی من به ریاست جمهوری بودم تنها کشوری که در کره زمین 35-40% امپراتوری تصوف و عرفانه آمریکاست. و وقت برای شخص من فقط سوپریم کورت مهم بوده، اون دادگاه عالی آیا ترامپ رو محکوم کرد؟ نکرد. این کافیه. بس نشون میده هنوز آمریکا آمریکاست. باید خوشحال باشین. نباید ناراحت باشین.